بالاخره خریدمش. خیلی حس خوبی دارم. دیشب وقتی رفتم دوربینو گرفتم، فقط یه چشم نگاه دور به دوربین بود، یه نگاه هم به ساعت بود، میگفتم فقط فردا بشه من برم این دوربینو باز کنم، تو دستم بگیرم، باورم شه که این دوربینو من خریدم. بالاخره همتون شاهدین که حدود 3 هفته 1 ماه طول کشید دوربینم فروختم و اومدم سراغ این دوربین نازنین، که حالا علت هم بهتون میگم که چرا اومدم سراغ این دوربین. اما همش دوست داشتم که این ذوق و شوقم رو بیام زودتر با شما به اشتراک بذارم و دوربین رو باز نکردم و گفتم که با هم بازش کنیم. نمیخوام آنباکسش کنم، نمیخوام بررسیش کنم، صرفا میخوام که اون ذوقم رو ببینیم. یکی همراهی میکنه، یکی که نه، 50,000 نفر همراهی میکنن و از اون طرف هم یوتیوب 1,000 نفر. خیلی خوشحالم، خیلی حس خوبی دارم. دوربین قبلی D750 نیکون بود که متاسفانه این اواخر خیلی با هم خوب نبودیم و مجبور شدم که بدم بره. فقط تقصیر خودش هم بود، یه سری قابلیت ها میخواستم که نداشت. اولیش 4K بود، قابلیت 4K فیلم برداری کردن که نمیتونست بگیره و اینکه باتریش خیلی ضعیف بود، چیزی بوده 30 دقیقه تا 40 دقیقه میتونست دووم بیاره. بیشتر از هر چیزی من دنبال آی تراکینگ و فوکوس تراکینگ و آبجکت تراکینگ بودم و خوشبختانه آلفا 7 مارک 3 اسمش هم آلفا 7 مارک 3 این قابلیت رو داره. و دیگه چه قابلیت هایی؟ همینا، خیلی هم زیاده. آهان، میتونه یه قابلیت دیگه که خیلی این روزا برام مهم شده، اونم اینه که قابلیت اسلاکیل برداری کردن داره و تا حدودی رنگ و نور رو میتونه بهتون، نمیدونم با اسلاک آشنایی دارین یا نه، رنگ و نور رو میتونه بهتون خام بده. و خب این روزا خیلی سرگرم این شدم که بتونم توی رنگ عملکرد بهتری داشته باشم. دلم نمیاد بازش کنم. بریم بازش کنم. چه دفتر چه هزار ماشه. وقتی دیدار تو نزدیکه باتری، مرسی. چقدر این حسش عجیب غریبه، نمیدونم چرا نسبت به این دوربین حس خیلی عجیبی دارم. نسبت به هیچ کدوم از خریدهایی که داشتم اینقدر حس و حال عجیب غریبی نداشتم و ای کاش همه تون اینجا بودین اون حس واقعیمو میدونین. اینم از این و همین. باحاله، حس میکنم که این مثل خرید کامپیوترم، مثل خرید دوربین قبلیم، این هم یکی دیگه از اون پله هایی بود که باید میرفتم و باید طی میکردم. هر باری که یه تجهیزاتی میخرم قضیه برام خیلی جدی تر میشه، همه چیز برام شکل جدی تری میگیره. خدای من چقدر خوشگل. هر باری که هر تجهیزاتی میخرم هی به خودم قول میدم، کلی قول میدم به خودم که تو باید این کارا رو بکنی، این کارا رو بکنی، و امیدوارم که این هم باز یک استپی باشه که منو بیشتر پوش بده. این روزها خیلی خوشحالم به داشتن تک تک شماها و خیلی حس خوبی بهم میده که وقتی یه ویدیو میسازم کلی بهم انرژی میدین، انگیزه میدین که بازم بساز، خیلی خوب میسازید. مرسی، متشکرم از همتون واقعا. امیدوارم که بتونم کلی ویدیوهای خوب باهاش بسازم و شما هم کلی کیف کنید از دیدنشون. مرسی که توی این ثبت خاطره، توی این لحظه‌ای که خیلی برام هیجان انگیز بود با من همراه بودین و کنارم بودین، البته همیشه هستین. امیدوارم که یک سال آینده، سالی که میگذره، کلی اتفاقات خفن با این دوربین بیفته.